سوال دارم درباره مهریه زن. مهریه به چه معنا؟ کسی گفت که به این خاطر که از یکدیگر جدا نشن. اگر وقت شوهر بخواد که جدا شوه مهریه داده میشه، یا زن خودش طلب طلاق کرد میتونه ببخشه؟ آیا واقعا همین طور هست؟ یا میتونه بعد از ازدواج بگیره خودش هر قسمی که میخواد خرج بکنه؟ مسئله خیلی طولانی. سوال. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته و برای خواهر محترمه ما، الله پاک حفظشان بکنه، ایره که با وجودی که در کشورهای خارج زندگی میکنن چقدر محتاط، چقدر مراقب و چقدر مداوم و محافظ پابند بر آموزه های شریعت اسلامی هستند. مهریه اول در شریعت اسلامی ایره براتان بگم که مهریه همان فدیه یا همان هدیه یا همان عطیه و بخششی هست که خانم خود در اختیار یک مرد قرار میدهد به آدرس مشخص و در بدل ازی که همین مرد محرم شوه با همین خانم و همین دو زندگی اجتماعی خود آغاز بکنن، سلسله توالد و تناسل به میان بیایه، سنت پیامبر زنده شوه و غرایز انسانی از اینها محفوظ بمانه، برای پردا، برای یعنی حلال ساختن همین به اصطلاح اصول و مقررات، شریعت اسلامی چند تا کاربردی را انتخاب کرده است. ایجاب اول خواستگار است با هم اینها ببینن، تبعیت ها را بسنجن، کف و برابری هم دیگر باشن، اینها مسلمان باشن، بعد از او ایجاب و قبول صورت بگیره، بعد از او مهریه پرداخته شوه. مهریه حق مسلمه خانم است. نه پدر حق داره، نه برادر حق داره، نه مادر حق داره، نه پدر بزرگ حق داره، نه مادر بزرگ حق داره. حق مسلمه همین خواهر است، همین عروس است، اختیار از خودش است، میبخشه، میگیره، حتی با خروار زر و آتیتم احداهن قنطارا. قرآن کریم میگه شما خروار زر و طلا اگر بر یزی داده باشین، اگر جدایی صورت میگیره، حق گرفتن از این نداره. باقی مر اختیاری همین خانم هست که به شوهرش میته یا نقد میگیره یا به مدت ایره میگیره، به اصطلاح ما شما معجل میگیره آنن یا معجل میگیره، به مهلت حق خودش است. اما اگر جدایی صورت میگیره، طلاق از طرف شوهر صورت میگیره، در مهر چی مقداری که تعیین شده هست، همون مقدار مهر باید برای خانم بپردازه، از طرف شوهر صورت میگیره. اگر خانم با عذر شرعی میخواهد خدا خلاص بکنه، ما گفتم این قضیه تفصیل دار، موضوع تفصیلی است، اگر خانم عذر شرعی داره، دلیل منطقی شرعی داره که میخواهد از شوهر جدا شوه، شوهر به اصطلاح عاجز است، ضعیف است، ناتوان است، نمیتوانه که نفقه یزی را داده بتانه، نمیتوانه که بایی به اصطلاح نزدیک شوه و همو اشباعی غرائزی یزی را بتوانه، یا الله معاف بکنه روابط نامشروع با دیگرا داره، گناه میکنه، شراب میخوره، قمار میزنه، به فسق و فجور و به کارهای بد مبتلا هست، انسان نااهل و بی‌نماز است، اینها همه از طرف زن اقامه دعوا میکنه، دلیل منطقی عذر شرعی پنداشته میشود، جدا میشه، بازم مهر از شوهر میتوانه بگیره. ولی بدون کدام سببی خانم میخواهد که از شوهر جدا شوه، در اینجا دختر عبدالله ابن ام مکتوم، دختر عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق در عقد نکاح یک صحابه بود، اما گفت یا رسول الله ما میخوام جدا شوم از امی، اما در حق شوهرم هیچ کمی کاستی ندیدم، نه در اخلاقش اعتراض دارم، نه در نیکیش نیکبختی و در آدابش اعتراض دارم، نه در پابندی بر عباداتش ندارم هیچ اعتراضی، دلم نمیخواهد، میخوام از امی جدا شم. پیامبر اسلام نصیحت کرد، دید که نمیشه، گفت که باخشمیتی در مرگ تگو میتمش. صحابه را خواست، صحابه را خواست، گفت که می خانم در تو هیچ اعتراضی نداره، ولی خوش نیستک با تو، چی میشه که اگر امیر خلاص بکنی ای دیگه ازدواج بکنه، تو دیگه ازدواج بکنی؟ گفت یا رسول الله باقی ما؟ گفت باخته میته. خانم باقی بیداد، دختر عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق مسلمان بود، مثل که بچهش عبدالله مسلمان بود، بیداد باقی از این خلاص شد. اینجا یک سوال کرد این صحابه، گفت یا رسول الله این امر الله است یا این که مشورت است؟ گفت نه، الله امر نکرده، این مشوره خودیم است، اگر تو میخوای، گفت من میخوام، من رضای الله و رسول میپذیرم، این خواستک باخشه گرفت، خانم خلاص کرد. ایره در شریعت خلع میگن، خلع ایره میگن که خانم مطالبه طلاق میکنه، هیچ فشاری از طرف شوهر نیست، دلش نمیخواد که با این شوهر زندگی بکنه، همون مقدار مهری که گرفته است، ای که لباس داد، ای که خوردنی و نوشیدنی داد، عروسی را در هتل گرفت، دستمال برده آورد، گل داد، دیگه اینا همون مهر، این همگی
یک میمانی هست، این ختم خلاص است، پرداخته نمیشود. همون مقدار مهری که معین شده است او را خانم به شوهر میپردازد، اضافه گرفته نمیتونه. در شریعت اضافه گرفتن، آری شوهر میگه که این خانم که داده میتونه این مهره باش، یک سنگ را بالای ازی بمانم که از گیری ما خلاص نشود. میگه یک لک گرفتی، ما از پیشت 20 لک میگیرم، 20 لک بته ورنه نمیتی. نه، وقتی خانم دلیل و منطقی مشروع داشته باشد، باز بدون محرم و خلاص می شود. ولی اگر دلش نخواهد، هیچ عذری نداره، در آنجا به مون مقدار مشخص مهر می پردازه که گرفته و تعیین شده، خدا خلاص. اینجا با سوال پیش می استاد که اگر طفل داشت این زن چی؟ آه، بسیار خوب. اینجا چند سوالی پیش میاد. یک سوالی تو پیش میاد که پس این خانم آیا عدت می داره یا نه؟ بله. عدت چی؟ عدت موت یا عدت طلاق؟ عدت طلاق دو مو در روز. اگر حامل است تا طفل به دنیا بیاید. و دیگر طفلوی شیرخوار اگر داره، طفلوی شیرخوار ای خانم به طیب خاطر به خوشی میپذیره، شوهر ازی گرفته نمیتونه ایره. شوهر طفل ازی گرفته نمیتونه و تا 9 سال میتونه که نفقه سری پدر، طفلها در آغوش مادر باشند. بعد از 9 سالگی ای برمیگرده به پدر. اما یک مسئله که اینجا نازکی مسئله در این است که این خانم با یک انسان نااهل ازدواج کرد. بعد از طلاق گرفتن. بله، بعد از طلاق گرفتن با یک خانم نااهل ازدواج کرد. این شوهر مواظب و نگران از است که اخلاق اولادای ما خراب میشود. بعد از شیر تا مدت 2.5 سال، نهایتش 3 سال شیر دادن، اولادایش از این خانم گرفته میتونه. و در قانون مدنی نوشته است که تا 9 ساله پیش مادر می باشد. بعد از او باز پدر می تواند که اینها را بگیره از مادر. حق اولادها حق پدر هستند شرعا. بسیار عالی.